ببخشید من از شما سوال کردم برای که بدونم، چون باز ما یه چیز دیگه میشنویم تا شما، هم در باره خودم هم در باره دیگران. شما سوال اولتون این بود که من چه انگیزه ای بود که من وارد جزیره شدم، و نمیدونم شما در گذشته منو میدونین نمیدونین چه خبره. عرضم به خدمتتون، من در جزایر قناری مقیم هستم، یعنی مقیم هست در آلمان مقیم هم، در جزایر قناری بزنس ما اونجاست، 4000 کیلومتر از هم دوریم. چطور اتفاق افتاده که من خونم در برلن، 4000 کیلومتر اون طرف دنیا بزنس و هتل ما اونجا هست، اون یک فیلسوفی دیگه است که خیلی طول میکشه براتون شرح بدم. ولی برای که نمیدونم مدت وقتی هم که اینجا گذاشتین چقدر هست نمیدونم اونو، ولی خیلی طولانی میشه براتون شرح بدم، ولی سعی میکنم سوالاتونو مختصر جواب بدم، امیدوارم که قانع بشین. اول انگیزه من چی بوده؟ من قبل از انقلاب که ما رفتم در خارج برای تحصیل و تحصیلات تموم شد، به اتفاقی تحصیلات که تموم شد به اتفاق خدا خواست ما در جزیره قناری پیاده بشیم یه روزی، که داستان اینو اغلب میدونن، آقای یزدانپناه هم میدونه داستانشو. یکی از دوستانم در جزیره قناری مریض شده بود، رفته بود در جزیره قناری مریض شده بود و برای من نامه نوشت که به کمک من احتیاج داره. من نمیدونستم جزیره قناری کجاست، اینو سوال کردم کجاست، و چون احتیاج بود من با استیبین جزیره میرفتم. این درست 22 سال پیشه و اون موقع پرواز چارت یا پرواز مستقیم به جزیره نبود. من باید از برلن میرفتم فرانکفورت، از فرانکفورت میرفتم مادرید، از مادرید میرفتم تو این جزیره. بالاخره خودمون رسوندم. یه مشکلاتی داشت این آقا که خدا رو شکر تونستم من مشکلات شد یه خورده برادرانه انجام بدم براش. یه ایرانی بود اونجا، ببخشید یه آلمانی بود اونجا، و بعد من عاشق این جزیره شدم. جزیره بسیار بود، زمستان بود رفتم اونجا. وقتی رفتم اونجا رسیدم دیدم 25 درجه حرارت، آفتاب زیبا، درخت‌های زیبا، گل‌های زیبا، مردم اونجا همه با نشاطن. خیلی خوشم اومد از اونجا. مسافرت مجددی کردم در اونجا. و من از بچگی یک آرزو داشتم، خلبان هلیکوپتر بشم من. و یه روزی که همین تو جزیره راه می‌رفتم دیدم اینجا نوشته هلیکوپتر اسکول. رفتم سوال کردم، دیدم شرایطش خیلی ساده است، خیلی ساده تر از اروپا است و آلمانه. اسنویسی کردم و مرتب من هر ماه یه دفعه می اومدم تو جزیره، هم دوست رو بهش می رسیدم و احوالش می پرسیدم، هم تحقیقات می کردم و در ضمن تئوری و پراکتیک هلیکوپتر رو می دیدم اینجا. چند ماهی که گذشت نزدیک بود که لسنسمون رو بگیریم همون چیز بگیریم. بعد ما بایستی 3000 متر میرفتیم بالا و موتور خاموش میکردیم و میمودیم پایین. اینو شرط اول چیزه، اینو بهش میگن اتوریزاسیون، خاموش کنی بیای پایین و بدون موتور بشینی رو زمین. و چون ما رفتیم بالا جایی که خدا میخواست، ما نبایست روی ابر میرفتیم و ابرم نبود، یه دفعه ابر زیر ما اومد، بادم نبود، یه دفعه باد اومد. سرعت باد از سرعت هلیکوپتر زیادتر بود. ما 70 مایل سرعت هلیکوپتر بود، 100 مایل سرعت باد بود. یعنی ما 30 مایل ما رو میکشید به طرف جنوب. هر چی سعی کردیم برگردیم نتونستیم، تا اینی که به موقع رسید که ما فقط 15 دقیقه هنوز کروزین داشتیم، برای برگشتن چیز نبود، آماده نبود. و ما نمیدونستیم دیگه، وقتی شروع کردیم که بپرسیم ما کجا هستیم، رادیوی ما هم دیگه اون انزه اتونومی نداشت که به تاوای اون جزیره برسه دیگه. ما SOS رو زدیم و SOS رو زدیم، هواپیماهای دیگه ما رو گرفتن و گفتن روی یک جزیره هستیم که اسم اون جزیره رو وقتی به من گفتن نمیتونستم. امروز اسم جزیره هست فورت ونتورا و اون موقع نمیتونستم تلفظش بکنم. ما نشستیم روی جزیره، نشستیم و باد بود، طوفان بود، باران بود. ما مرگ رو با خودمون دیده بودیم و نمیتونستیم با هم، خلبان و من نمیتونستیم با هم حرف بزنیم. عقده اینجا گرفته بود اینجا.
بعد از چند دقیقه بارون باستاد و ابرها برکنار شدن، یک ساحل زیبایی در جلو ما پدید شد. من اومدم بیرون، خدا رو شکر کردم، زمین رو بوسیدم و از اونجا زندگی ما شروع شد. هیچی نبود، بیابان بود اونجا. بیابان بود، کیلومترها ساحل بود. ما اینقدر گشتیم تا یک کلبه یک داتی رو پیدا کردیم و سوال کردیم ما کجا هستیم. بله، ایشون برای ما شهر داد که ما 100 کیلومتر از ایرپورت کوچیک این جزیره هستیم و اینجا فقط جای چوپان‌ها هست که ماهیگیران و کسانی که اینجا توماتی میکارن هست، اینجا کسی دیگه زندگی نمیکنه. خلاصه میکنم براتون، اینقدر من رفتم اومدم بین تو این جزیره، عاشق این ساحل شدم. من چرا اصلا این ساحل چیز نداره؟ چرا این ساحل هتل نداره؟ ساحل چیز جزیره اون طرف که 100 کیلومتر فاصله داره با اینجا، هزارها تخت خواب داره و ساحلش هم به این تمیزی نیست. چرا اینطوری؟ من کنجکاو شدم، مرتب برگشتم. حالا چطور ما برگشتیم یه داستان دیگه است. کروزین نداشتیم، باید کروزین تهیه می‌کردیم. ماشین نبود، بایستی با الاغ می‌رفتیم این طرف و طرف. هر صد ما تهیه کردیم و خلبان من برگردوندم، ولی خودم یه هفته اونجا موندم. تحقیق کردم دیدم این جزیره، اینجایی که من هستم، سه چهار چیز داره که نمیشه با پول خرید و اینا رو بشر عاشق اینه. یکی آفتاب اینجاست، اروپا منهای 10 درجه، اینجا به ازای 25 درجه. این آفتاب نمیشه خرید. ساحل تمیز، اینم نمیشه خرید. آتلانتیک آبی هضم میکردی، تمیز، اینم نمیشه خرید. هوا، وقتی راه میرین خیلی میکنین نصف از وزن خودتون احساس میکردین، اکسیژن و یود در هوا زیاد. خدای، این نمیشه خرید. شاید زندگی و قسمت این بوده که ما باد بیاد، طوفان بشه و ما اینجا بیاییم. باید بعضی موقع خدا موفقیت جلو ما سرویر میکنه. ما باید چشمان رو باز کنیم و متوجه بشیم که اینو نعمتی گذاشته جلومون، با دقت برداریم و شکرش کنیم. من متوجه شدم چه خبره. بارها اومدم تو جزیره. خلاصه میکنم، من در جزیره شروع به کار کردم. 2 سال بعدش اینقدر اومدم رفتم و مطالعه کردم تا 2 سال بعد اونجا رو، یک مقدار زمینی بسیار بزرگی رو اونجا خریدم. اول کاری که کردم، آب نداشت، شروع به آب پیدا کردن کردم. به آب پیدا کردیم. به قول اسپانیایی میگه سی کیرس پودس، آلمانی ها میگن وندو ویلس تو کانس، انگلیسی فکر میکنم میشه if you want you can، فرانسه میشه savoir pouvoir، یعنی خواستن توانستن است. ما آب میخواستیم، تهیه کردیم آب. درخت میخواستیم بکاریم، رفتیم، درخت نبود تو جزیره. اینقدر سوال کردیم این طرف طرف تا درخت خرما برداشتیم بردیم تو درخت. ما شروع کردیم به انفراستراکچر اونجا، یعنی خیابون کشی میخواستیم چند تا خونه بسازیم. یادم میاد، هیچ وقت فراموش نمیکنم، یه روزی من از آلمان برگشتم، وقتی که روی یک دیوار نوشته بود لوکو پرسا، ایرونی دیوانه، یعنی من اومدم خیابون کشیدم، درخت آوردم. برای چی؟ امروز بعد از 20 سال که من شروع کردم با هتل، جزیره 85,000 تخت داره و خودم هم 5,000 شدارم، خدا رو شکر. من فکر میکردم یه روزی من ممکنه اینجا تخت رو درست کنم، دیگرم میمه بخوابن، ولی یه تختم خیلی بزرگ درست کردیم که خودمونم دوستانم جا بدیم اونجا. به امکانات زیادتری هم هست که بسازی و بری جلو. این خواسته، یعنی من خواسته ملت اروپا رو متوجه شده بودم. چرا میخوان برن آفتاب بگیرن؟ برای که 11 ماه، 9 ماه چیزه بارانه، 9 ماه هوای بد دارن، 3 ماه هوای خوب دارن فقط تابستان، اونم معلوم نیست، سکیوریتی ندارن که بگم فردا بارون میاد بارون نمیاد. اینی که عاشق آفتابن، میخوان به سلامت خودشون دم دریا برسن، یود و اکسیژن به توی ششون بره. اینی که حاضرن یه هر مقداری پول رو خرج کنن. و این جزیره که من رفته بودم این چیزا رو داشت، یعنی اون چیزهایی که نمیتونی بخری، خورشید و ساحل و دریا و هوا رو. و ما به طبیعت کمک کردیم.
امروز یکی از بزرگترین مؤسسه های جزیره قناری دست خود من هست و خودم هنوز ادارش میکنم و با پای خودم هم هنوز میتونم تو خیابونو بدوم تو خیابونش و خودم هم گمم تو مؤسسه خودم. دو هفته بهترین موقع سالشونه و عمرشونه. اینو بایستی یعنی با پولم دارن میخرن یا زحمت زحمت کشته این پول میخواد جایی بده که برای اون یه چیز داشته باشه، یعنی میخواد آفتاب بگیره، راحت باشه، سرویسش خوب باشه. این طریق بزنس اروپاست و کشورهایی که شروع کردن به آوردن توریست. انگیزه ای که من به ایران آمدم چیه؟ اینه که این یواش یواش این مؤسسه من چون در تمام اروپا معروفه به گوش بالاخره ایرانی هم رسیده بود، حتی به گوش سفارت جمهوری اسلامی ایران در بن. چند دفعه از اونجا به من تلفن شد، اطلاعات کافی داشتن و سفیر اون موقع ایران آقای سید حسین موسویان منو خواستن چند دفعه اونجا. من بالاخره دیداری با ایشون کردم. از طرز صحبت و معاشرتشون خیلی خوشم اومد، مرد بسیار روشن فکر با اطلاع با قلب وطن پرست. من عقیده های خود می نسبت به ایران برای ایشون کاملا شهر دادم که ماها ایرانی که اینجا هستیم، شما خودتون اینجا هستین، ببینین چه افکاری در تلویزیون خارج سمپاشی میشه و ما هم باور میکنیم که در خارج هستیم چون نمیدونیم تو داخل مملکت نیستیم و چطور من بیام به ایران، شما من چیکار میتونم تو ایران بکنم؟ باید بگی که ما همه ایرانی هستیم و دوست داریم ایرانو. من کاری نمیتونم در ایران بکنم، شغل من اجالتاً در ایران غیر قابل اجراست. ایشون با وجود با طرز روشن فکری که داشتن گفتن هزار امکانات دیگه هست برای سرمایه‌گذاری تو ایران. با تشویق ایشون من قول دادم من میرم ایران، چون بالاخره سر قبر پدر باید بری، در این زمان مادر فوت کرده بود نتونستیم بیام بیت دفن و سر خاک ایشون. آرزو بود دوستانو ببینی، کی مملکت چه دوست نداره، ولی بالاخره سمپاشیه که شده بود برای ما غیر قابل چیز بود و وضعیت هم وقتی خوب هست خب دیگه نمیدونی اون طرف چه خبره. ایشون با تشبیه‌های ایشون من قول دادم که میام، ولی به هر کس که من گفتم من میخوام برم ایران شروع مخالفت شد و صرف نظر از این کار. یکی رو من پیدا نکردم که بره به من بگه شما برو ایران اینطوریه، مگر اون کسانی که از ایران میومدن، ولی اونایی که در اروپا بودن و منو میشناختن هیچ کدوم چون کمکی به من نکردن که بگن جز آقای موسوی. من چند ماهی تأخیر کردم برای جریان. ایشون مرتب به من زنگ می‌زدن و من تصمیم گرفتم نرم ایران. به یه منشی دارم، ایشون آلمانیه، سال هاست با من کار میکنه. یه روز اومد به من گفت آقای سعود من خواب دیدم، مادرتون من خواب دیدم، چون ایشون مادر من میشناخت. و مادر من گفته حسین از روی این پل برو. من به ایشون گفتم آخر پل به آلمانی دو معنی داره، یکی معنی قالیچه میده، یه معنی قالیچه هست، یکی معنی پل مثل شیر آب ما، شیر آب انبار، شیر خوردن، دو معنی سه معنی داره. قالیچه هم چیزم پلم به آلمانی چند تا معنی داره، پل قالیچه هست پل. گفتم معنی نداره، گفت از رو قالیچه برو. گفت نه، گفته من پلی زدم بیا. من فکر میکنم 10 دقیقه طول نکشید، با آقای موسویان زنگ زدم گفتم من رفتم ایران. بالاخره از اون موقع 4 سال میگذره، 4 سال میگذره، چی سر انسان میاد، چی دنیایی میبینه، من تمام خاطرات مینوشتم. ولی یه چیز رو من وقتی که اومدم به جون خودم مالیدم اینا. ما نباید فکر کنیم که همین الان ما بچه ها تو اروپا هستیم، تو اروپا زندگی کردیم، همین الان بیان اونجا برامون یه قاری قرمز هم جلومون پهن میکنن و گلم میریزن که اومدیم مثلا توی از خارج داریم میاد. این انتظارات ما نداشته باشیم، یعنی تو مملکت خودش که میره نباید انتظار داشته باشه. البته خب مملکت هزار چیز جنگ دیده، از همه جا به مملکت ظلم وارد شده. ما انتظار نباید داشته باشیم که بگم من تون پاک بیام اونجا برم
همه چی حاضره، ولی آیه موسویان همه پشتیبانی کرده بودن و خدا را شکر اتفاقی برای ما زیاد نیفتاد. ولی وقتی من یک سال در ایران گشتم ببینم من در ایران چیکار میتونم انجام بدم، دیدم امکانش نیست، هنوز زوده برای اون کار شغلی که من دارم. و منم خونه ساز نیستم که خونه رو بخرم بسازم، من در شغل خودم میمونم و یک شغل به قول آلمانی فاسیناسیونه، یک چیز هست، عاشق کارش هستی، یک 16 ساعت کار میکنی و خسته نمیشی در توریسموس، در توریست. اینو که من بعد از یک سال کاری میخواستم انجام بدم، هتل لاله رو میخواستم بخرم نشد، میخواستم اجاره کنم نشد، هتل دیگر با نشستم، هتل آزادی، هتل اوین، اینا دیدم با اینا نمیشه صحبت، آماده نیستن، یعنی نمیتونن، مال دولته، خودشون هم تفلک ها دستشون بسته است و هتل سازی هم تو ایران صرف نداره، چون سرمایه‌گذاری لارج بزرگیه، بد درآمدی نداره، سود در ایران زیاد و درآمد کمه. به همین که خونه مردم خونه میخرن، زمین میخرن، سپیکولاسیون روی زمین میکنن، خونه میخرن میفروشن، درآمد داره، بازار میفروشن درست میکنن، شوپینگ سنتر درست میکنن، اینه که درآمد داره. منم اهل این نبودم، من خواستم یه خدمتی تو مملکت بکنم، دیدم نمیتونم بکنم. بعد یک سال من با یه از افغان زنگ زدم گفتم متاسفم من نتونستم کاری انجام بدم. ایشون یه روزی از من خواست یه 5 روز مسافرت من بهشون با ایشون به ایران بکنم، خودشون همراه من بیام به ایران. من قبول کردم، از فرانکفورت به ایشون من اومدم در تهران، خیلی دیرم رسیدیم، ساعت 3 صبح رسیدیم. ایشون دیگه از هواپیما از فرودگاه به منم ایشون نگفتم من کجا میرم، کجا منو میخواد ببره نگفتن، ایشون گفتم فقط نپرس، خواهششون این بود. اومدم در تهران و ساعت 5 صبح سوار یه هواپیمای شدیم. من برای اول دفعه کیش ایر دیدم نوشته بود و بازم نپرسیدم، گفتم من شنیدم یک جایی هست، جزیره است به نام کیش، ولی نمیدونم کجاست. و گفت بالاخره شما میبینید. یک ساعت نیم پرواز بعد اومدیم، هواپیما نشست، وقتی من اومدم پایین ایشون دست منو داد به دست یک شخصی به نام آقای یزدان پناه، گفت ایشونو ولش نکن. من وقتی که وارد جزیره شدم احساس کردم در جزیره قراری وارد شدم، احساس دیگه داشتم در اینجا. اصلا اولین دفعه که دست به دست آقای یزدان پناه دادم و وارد جزیره شدم. چند روز من در جزیره موندم و مطالعات میکردم، جزیره رو زیر پا گذاشتم و یاد اون روزای افتادم 20 سال پیش که در اون جزیره که با خلبان نشستم روی ساحل، هیچی نداشت، خدای اینجا چه میشه کرد اینجا؟ اینجا دم سوالاش پاورانه را میرفتم، نگاه میکردم میگم خدای چی ندادی به ما اینجا؟ همه چی دادی، ساحل داده، آتلانتیک داده، هوای بی این تمیزی داده، خورشید داده، این امکانات رو داده، اینجاست که من باید کار انجام بدم. ولی خب نمیتونیم اون کاری خودمون انجام بدیم، توریست برداریم بیاریم بگیم آقا شما بیادم مرز چادر رو سرت کن، بزنت بگو چادر سرش بکن، خودت هم چپ نگاه نکن، راست نگاه نکن، مشروبم نخور، وقتی که اومدی زنت هم بره یه طرف شنا بکنه، مرد هم بره یه طرف شنا بکنه، $2000 هم بذار رو میز. تو دنیا چیز کمپتیشن خیلی زیاده، از سوالای هست زیبا و لارج تو دنیا که ما وقتی که توریست وارد جزیره ما میشه تا موقعی که میره ما باید بدونیم این چی میخواد بخوره، تو اتاق چی میخواد بذاریم، صفحه پر میکنه از چی ناراحته، برای که دو مرتبه برگرده. یعنی اون چی که میخواد اون باید بهش بدیم، نه که اون چی باید بهش بدی، چون زحمت کشیده، یک سال زحمت کشیدیم پول در آورده، در مقابل این پول میخواد یه چیز داشته باشه، خدایان اخلاقاً ایمانن باید همون رو بهش بدی، وجدانن باید بهش بدی اون چی که اینشون میخواد، چون زحمت کشیده. من دیدم این کارو نمیشه تو برای اروپا کرد، ولی من ول نکردم، گفتم یه کارو باید اینجا بکنم. بعدم دیدم اینجا بازار درست میشه، خب ما میتونیم سرمایه داریم، میتونیم بازار درست کنیم، یه بازار دیگه درست کنیم و بفروشیم. دیدم اونم به مملکت ما نمیتونیم کمک کنیم، چون بازارساز هر ایرانی میتونه بازار بسازه. من با تجربه که دارم، به قول فرانسوی‌ها میگن اکسپریانس پس لا سیانس، تجربه از علم میگذرد،
فارسی خودمونم میگه، من تجربه، این تجربه هم مهمه، پول مهم نیست، تجربه 20 ساله توریست مهمه. توریست همین الان نمره 3 در دنیا، اول نفت، بعد اتومبیل، بعد توریسته. تا 5-6 سال دیگه دارم پیش بینی میکنن که توریست میشه نمبر 1 در دنیا. و از این کیک بزرگ ایران هیچی نداره، در صورتی که امکانات لارج داره ایران. توریست شیعه میتونی بیارید برای مشهد، مشهد میتونی بهشتش کنی اونجا رو اطراف مشهد. توریست دریایی میتونی بیاریم، دم دریا که نمیتونی بیاریم. هنر 8000 و 10 ساله داریم ما در اینجا، میتونیم اون کار انجام بدیم. ولی چیکار کنیم؟ ما از کیش شروع کنیم، چون کیش اولا هواش خوبه، بعدم نزدیک به کشور همسایه عرب اینجا و پترودلاره که اینجا خوابیدیم. دیگه اینجا شروع شد بازی عاشقانه تو مملکت و خیلی به فکر کردم روی این عمل چیکار بکنیم. کاری هم باید انجام میدادیم که خیلی عمیق باید میبود، نه روی سد بازی میکرد، روی آب بازی میکردیم، نمیتونست، چون از منم انتظار داشتن. این بود که من فکر کردم امکانات کیش چیه. امکانات کیش در این دیدم که من اولا که متوجه شدم ایرونی خودمون آخر هفته جایی ندارم برن تفلقا، همه امکنی میان اینجا یه رادیو بخرن، تلویزیون بخرن، برن اون طرف آب بفروشن. این به ضرر مملکت خودمونه در واقع، که از اینجا اگر دلار از خارج بیاریم ببریم اون یه چیز دیگه است، ولی ما اینجا سر مملکت خودمون داریم کلا میذاریم در واقع. درسته کیش یه خورده اومده، بازارا یه عده‌ای به پول رسیدن، درسته، ولی کن به مملکت خودمون نمیتونیم از این نظر کمک کنیم. ما باید دلار برداریم بیاریم از خارج معامله کنیم، نه اینکه از اینجا به مملکت خودمون ارزان‌تر بفروشیم. این بود که من فکر کردم از مملکت خودمون شروع میکنیم. مملکت چی نداره که ما بهش بدیم؟ برای آخر هفته چیزی ندارن. اتفاقا ایران همشون که دست به دهن که نیستن، خدا رو شکر، از 60 میلیون تا 20 میلیون چون های کلاسن میرن خارج، میان برای اینا یه کارو بده انجام داد که زیم. تو مملکت خودشون پول من تو مملکت خودشون خرج کنن. این بود که ما شروع کردیم که و بعدم با دید اینی که چطور ما میتونیم همسایه‌ها اطراف رو بکشیم بیاد تو جزیره، مسافرتی متعددی داشتم در کشوری اطراف عرب، ترکیه، هندوستان، پاکستان، همسایه هایی که اینجا هستن، آسیای میانه تمام اینا چی ندارن. من یه روزی در اورلاندو میخواستم برم سی ورد ببینم، در چیز ببینم، دلفیناری و دلفیناری اونجا رو ببینم. یک ساعت و نیم تو صف واسده بودم، یک کیلومتر صف داشت. تو این صف من همینطور که میرفتم بالا پایین میدیدم از همه جا دنیا هستن، سیاه، سفید، سرخ، ژاپنی، چینی، آلمانی، هندی، ایرانی، فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی، تمام ملت دنیا واسدن اینجا برای که بیرن نبیم. یعنی بازی دلفین رو و پارک اترکسیون همه دنیا خوششون میاد، میخواد. با این نظر گفتیم ما در خاورمیانه نداریم جز ژاپن که داره و اروپا و آمریکا، جای دیگه نداریم که آخر هفته بتونن بازی دلفین رو ببینن، یک پارک بزرگ بزرگ لارج بیان با بچه هاشون اونجا و ویزای هم نخواسته باشن. شما حساب کنی ایرونیا، هندیا خواسته باشن، ترکا خواسته باشن برن دیزنیلند پاریس رو ببینن، بایستی لاغر 3 ماه 2 ماه برای ویزاشون صرف کنن. اینجا ویزا نمیخواد کیش، خدا رو شکر همه وسایل هم چیز هست اینجا، چرا کار اینجا انجام ندیم؟ گفتن و شروع به کار کردن. ولی به قول اسپانیا میگه دل دیچو ال اچو ای موچو ترچو، از گفتن تا عمل خیلی راهه. ما گفتیم عمل انجام بدیم ولی تا اون موقع خیلی راه بود. میگه در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان، شرط اول قدم ها اون است که مجنون باشی. ما بالاخره جنون از اینجا شروع کردیم، به عاشق مملکت خودمون هستیم. انتظار نباید داشته باشی باید بری جلو. دیگه من شروع کردم اینجا یک مقدار
زمین من دیدم اگر خواسته باشیم با سازمان شرکت کنیم اینا دستشون بسته است، با دولت خواسته باشم صحبت کنم درباره کردیت اینا دستشون بسته است. اگه میخوای کاری انجام بدی سریع انجام بده. و دنیای امروز در اون جایی که ما زندگی میکنیم امروز ثروت و پول نمره سوم بازی میکنه، قدرت بدنی و فکری نمره دوم بازی میکنه. اون چی که مهمه در همین الان سرعته، سرعت، فقط سرعت عمل. ما کامپیوتری که پارسال خریدیم مثلا دیگه به دردمون نمیخوره. هر کس که با این امواج رفت جلو برده است. یعنی زمان، زمان خیلی مهمه. گذشته گذشته است، آینده در دستش، همین الان مهمه. یعنی تصمیم گرفتی باید انجام بدی. اگه کارت هم درست روش فکر کردی، من فکرامو کرده بودم، راهم هم درست بود، شروع به کار کردم. خب تو جزیره من باید برم بگم آقای یزدان پناه به من، ما آب به من بدین، نمیتونه به من بده. برق به من بدین، نمیتونه به من بده. خیابون رو آسفالت کنیم، نمیتونه بده. درخت برای من بیاریم. خب ایشون بالاخره آفتاب برای ما آورده، ساحل رو داره اینجا، زمین چیز داره. ما شروع کردیم به کار. اول کاری که من کردم یه تیکه زمین از اینو خریدم به حدود 500,000 متر در بهترین جای جزیره و شروع کردیم. اول چون آب نبود دستگاه آب شیرین کن از خارج آوردیم، چون تجربه هم داشتیم خودمون در اسپانیا. سریع دو تا ماشین هر کدوم 250 متر مکعب آب وارد جزیره کرد. این اولین کاری بود که ما کردیم. اینا رو وارد جزیره کردیم، رفتیم دیدیم درخت از کجا بیاریم. چون تمام دنیا رو من گشتم، یک پارک اترکسیون بدون درخت نمیشه اصلا، بدون سبز و گیاه اینا نمیشه، گل نمیشه. رفتم اون طرف آب، دیدم به چه دنیای زیبایی داریم ما. 22 میلیون درخت نخل داریم اونجا. من درختای جزیره‌مو از 2500 کیلومتر از بارسلون میآوردم اونجا با کشتی، یک ماه و نیم تو راه. اینجا اون طرف آب اینقدر درخت نخل داریم. من وقتی از صاحبان درختا میپرسیدم این درختتون دونه چنده، از من سوال میکنن برای چی میخوای، برای سوختن میخوای. نمیدونستن که بابا درخت نخل رو میتونید جای دیگه بکاری. اینا چون خودشون پاجوش درخت رو میکندن میبردن جای دیگه میکاشتن. من گفتم نه میخوام جای دیگه بکارن. سوال میکردم اگه میگیره، حتی نمیدونستم بعضیاشون. از این طریق ما شروع کردیم و داستانی داره. اولین درخت های نخل بزرگی رو ما وارد جزیره کردیم. بله، درخت های نخل رو شروع کردیم از اون طرف آب، انتقال به این طرف آب. گفتنش ساده بود، اینقدر درخت نخل اون طرف. گفتم هیچ اشکال نداره، میتونیم بیاریم این طرف آب. دیگه نمیدونستیم از 40 کیلومتر اون طرف آب بیاری این طرف آب خیلی مشکل تر از این، از 2500 کیلومتر از بارسلون بیاری تو جزیره خود. بزار بدبختی اینا رو بایستی، بچه ها زحمت میکشیدن، ماشین ها رو تهیه میکردن، اینو در میوردن چون وارد نبودن. من خودم باید میرفتم اون بالا، بالا سر درخت. عقیده من اینه که اون چی که رشد میکنه زنده است. درخت رشد میکنه، گل رشد میکنه، زنده است. و اون چی که زنده است روح داره، یعنی رشد میکنه زنده است به روح داره. درخت روح داره. نمیتونیم بریم چیز برداریم بزنیم به ریشش، بکنیم ریشش، بکنیم. با یه طریق دیگه راه داره. من خودم باید اونجا میبودم به اینا یاد میدادم. اینا های درخت وقتی که ریشه درخت نخل، درخت نخل اولا که من خیلی خوشم میاد از این حرف. در ایران درخت نخل رو بهش فرد میگن، فرد میگن. این خیلی چیزا جای اروپا اینا نمیگن، این هنوز به اینجا نرسیدن. چون ایمپورت درخت نخل، یعنی آوردن تو مملکت مال خودیم، اینجا نه، اینجا بوده. درخت نخل مثل انسانه، این وسطش مغزشه، مثل مغز ما که اینجا هست. اون مغز نخل بمیره، درخت نخل مرده است. تمام شاخهاش میتونین جریدارش کنین، میتونین اینو شاخش دورش خوش بشه، ولی مغزش تا موقعی که سبزه اون زنده است. مثل ما انسانو مغزمون از بین بره مرده ایم ما. به همین خاطر میگم فرد به درخت نخل. ما رفتیم فردار از اون طرف بیاریم، اینا رفتیم بچه ها رو واردشون کردیم که مغزش اصلا نباید تکون بخوره، مغزش باید ببندن. اینو ریشه رو که میزنن، ریشه رو یه دفعه باید بزنن این ریشه رو و گرد با یه مقدار خاک در بیارن. خیلی مهمه، باید با خاک خودش بیاد. و درخت نخل اگر 3 متر ساقه میگن،
تنش هست 3 متر هم ریشه داره، به همین خاطر محکم واسطه. ولی وقتی ما به 0.5 متر ریشه میاریم دیگه اون ریشه با خاک جدید، زمین جدید، آب جدید که میاد قدرت اونو نداره که این همه شاخهایی که داشته اینو غذا بده. اینو با شاخهاشو کم بکنی، فقط مغزشو نگه داری، وسط قلبشو نگه داری.